خوش آمدید به روی خط. حتما خبر مرگ هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا رو تا حالا شنیدید. این خبر علاوه بر واکنش‌های جهانی که به دنبال داشت، در ایران هم سر و صدای زیادی به پا کرد. محمود احمدی نژاد پیام تسلیت بلندبالایی فرستاد و امروز رو به همین مناسبت عزای عمومی اعلام کرد. کاربران شبکه‌های اجتماعی از همون لحظه انتشار خبر فعالانه نظرهاشون رو نوشتن. عده‌ای میگن چاوز سیاستمداری مردمی و به دنبال بهبود وضعیت رفاهی و منافع ملی کشورش بود، و در مقابل عده‌ای چاوز رو رهبر خودکامه و پوپولیست میدونن. نظر شما در این باره چیه؟ ایران و ونزوئلا همطور که میدونید در طول 13 سال گذشته رابطه دوستانه و تنگاتنگ با هم داشتن. هوگو چاوز از زمان آغاز ریاست جمهوریش تا پیش از مرگ 13 بار به ایران سفر کرده بود. نظرتون درباره رابطه ایران و ونزوئلا بعد از مرگ چاوز چیه؟ منتظر نظرات شما هستیم. با خط مستقیم 202-692-43-60 تماس بگیرید و در برنامه شرکت کنید، یا از طریق اینترنت و در شبکه‌های اجتماعی با رویا ملکی در ارتباط. مرسی، سلام، شب شما بخیر. من هم منتظر هستم. به غیر از تلفن میتونید به فیسبوک بیاین و اونجا با من چت کنید در مورد موضوع امشب، هوگو چاوز، مرگ هوگو چاوز، و همینطور میتونید در اسکایپ همراه ما باشین به صورت صوتی و تصویری، یا برای ما ایمیل بزنید نظرتون رو اعلام کنید، یا شماره تماس بذارید ما با شما تماس میگیریم. در برنامه شرکت خواهید داده شد و همینطور میتونید در توییتر ما رو دنبال کنید. یادتون نره همه آدرس های ما زیرنویس میشه. در طول برنامه همراه ما باشید. من مهشید ندیری هستم و مرگ هوگو چاوز و رابطه ایران و ونزوئلا موضوع گفتگو امشب برنامه روی خط. کسانی که در فیسبوک روی خط هستن میدونن که موضوع برنامه رو اون چیزی که ما اعلام کرده بودیم و همطور دیروز در برنامه خبر گفته بودیم قرار بود درباره تلویزیون و همطور مخاطبین تلویزیون‌های مختلف صحبت بکنیم. نظر شما رو در اون باره بپرسیم که به دلیل درگذشت هوگو چاوز موضوع برنامه هم عوض شد و حالا نظر شما رو در این باره خواهیم پرسید. اما واکنش‌های مختلفی به مرگ هوگو چاوز رهبران مختلف جهان نشون دادن، رؤسای جمهوری و همینطور سیاستمداران، از جمله آقای باراک اوباما نسبت به مرگ هوگو چاوز واکنش نشون دادن و بیانیه‌ای رو منتشر کرده بود که این بیانیه رو میتونیم یه قسمتش رو با هم دیگه هم ببینیم، که آقای اوباما گفته بود در این زمان چالش برانگیز درگذشت هوگو چاوز، ایالات متحده بار دیگر به حمایت خود از مردم ونزوئلا بر منافع خود در گسترش مناسبات سازنده تاکید میکنه، و در ادامه گفته بود که حال که در تاریخ ونزوئلا فصل جدیدی باز میشه، ایالات متحده خود را به سیاست‌های متحد میدونه که بر اصول دموکراتیک، حکومت قانون و احترام به حقوق بشر مبتنی باشه. و در ادامه برنامه بعضی از پیام‌هایی رو که رهبران دیگر کشورهای جهان داشتن رو برای شما خواهیم گفت و پخش می‌کنیم. اما اجازه بدید سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی و همینجور بازتاب این خبر در ایران. بذار من اول شروع کنم با اینکه همه رهبران و بیشتر رهبران جهان پیام تسلیت فرستادن. اما یکی از پیام‌های تسلیتی که خیلی سر و صدا کرد و واکنش‌های زیادی به همراه داشت، پیام تسلیت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بود. محمود احمدی نژاد در بخش، من فقط بخشی از این پیام براتون می‌خونم، که گفته بود تردید ندارم که او باز خواهد گشت و به همراه همه صالحان و حضرت مسیح و تنها باقی مانده از نسل پاکان انسان کامل خواهد آمد و جامعه بشری را در استقرار صلح و عدالت کامل و مهربانی و کمال یاری خواهد کرد. این پیام واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. سید احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با این پیام رو خیلی زیاده روی توصیف کرد و گفته که میدونه، احمدی نژاد میدونه که پیامش به مناسبت درگذشت هوگو چاوز با واکنش حوزه علمیه
قم همراه خواهد بود و خبر آنلاین هم در مورد به غیر از این واکنش هایی که نوشته اعلام کرده که امروز ساعت 3 در یکی از بخش های خبری رادیو گفتگویی شده با چهره های حوزوی و پرسیدن در مورد پیام تسلیت محمود احمدی نژاد و بیشتر اونها اظهار کردن که این پیام نادرست بوده. من بیشتر واکنش ها رو براتون میخونم در طول برنامه. بسیار خوب، سعید و امیر هر دو از تهران روی خط هستید. سعید، نظر شما رو بشنویم در مورد مرگ هوگو چاوز و تأثیری که در رابطه ایران و ونزوئلا به نظرت خواهد گذاشت. سلام خانم نجیبی. سلام، حالتون خوبه؟ خسته نباشید. ممنونم. خدمت شما عرض کنم که کشور ونزوئلا و مرگ آقای چاوز رو خب باید در تمام ابعاد اگه بررسی بکنیم میبینیم که در سیاست داخلی ایشون با اینکه به هر حال اکثر کشورهای آمریکای لاتین رژیم‌های چپ‌گرا دارند، ولی آقای چاوز دقیقاً از اون تیپ رهبرایی بود که با وجود یک رژیم مبتنی بر در حال با مناسبات سوسیالیستی ایشون تونسته بود یک فضای باز سیاسی و اجتماعی در کشورش به وجود بیاره و از به همین طریق محبوبیت خودش رو در جامعه افزایش بده. یعنی اون سیستم، اون رژیم های بسته کمونیستی که مثلا ما الان در کوبا میبینیم به هیچ وجه در سعید شما بر چه اساسی میگی که فضای بازی به وجود آورده بود در کشورش؟ ببینید اکثر رژیم های سوسیالیستی، رژیم های چپگرا فضای بسته داشتن، یا تتمه بقیه الان هم که هستن مثل کوبا، اینا فضای خیلی بسته و همون در دوران همون شوروی سابق الان دارن زندگی میکنن. شما یعنی در مقایسه با کشورهای سوسیالیستی دیگه با همین شکل دارین مقایسه میکنین و میگین ایشون به همین دلیل هم تو جامعه خودش به هر حال آدم نه 100%، ولی به هر حال نسبتاً محبوبی هست و در خیلی از پروژه های اقتصادی داخل کشور خودش هم به هر حال این ونزوئلایی که الان ما میبینیم اون کشور 20 سال پیش نیست، به هر حال درسته یک کشور نفتیه. دقیقا کسانی که انتقاد میکنن از عملکرد آقای چاوز همین مسئله رو عنوان میکنن، میگن دلیل اینکه رشد اقتصادی نسبی هم ونزوئلا در سالهای اخیر پیدا کرده بود به دلیل نفتی که میفروخت بود و مسائلی که به وجود داشت. اما شما به طور کلی فکر میکنی که آقای چاوز فردی مردمی بود و به فکر منافع ملی کشورش بود، درسته؟ ببین آقای چاوز از اون یعنی یک رژیمی به وجود نیاورد که داخل یک سیکل بسته‌ای باشه مثل خیلی از کشورهای کمونیستی قدیم که فقط ارتباطشون با کشور با سایر کشورهای کمونیستی باشه. ایشون خیلی ماهرانه با تمام کشورهایی که خدمتتون عرض کنم که به نفعش رابطه با اونها به نفعش بود رابطه برقرار می‌کرد و در سر بزنگاه های خیلی هم دقیق اون رابطه رو قطع میکرد و با یک کشور دیگه رابطه برقرار میکرد. ایشون با عراق هم چندین بار با صدام حسین رفت ملاقات کرد. دقت میکنی؟ یعنی توی مسیر آقای چاوز نمیمون. در باره رابطه ایران و ونزوئلا و رابطه آقای احمدی نژاد و همطور پیش از اونم آقای خاتمی هم رابطه نسبتا خوبی داشتن با آقای چاوز، در اون باره چی فکر میکنید رابطه ایران و ونزوئلا؟ ببینید رابطه ایران با ونزوئلا ارتباط زیاد با آقای احمدی نژاد نشه، همونطور که خود شما گفتی از قبل از آقای احمدی نژاد یعنی از زمان خاتمی این رابطه شروع شد و این رابطه بیشتر متأثر از رابطه به نظر من ایران با غربه، چون به هر حال ایران با کشورهای غربی خصوصا از زمانی که مشکل هسته‌ای به وجود اومد مشکل پیدا کرد. این یه نکته. نکته بعد این که ایران اومد به هر حال کشورهای دیگر رو جایگزین کرد. درسته که ونزوئلا هیچ نوع از نظر بُعد فیزیکی
از ایران خیلی دوره، ولی به هر حال روابطی با ایران با ونزوئلا اینا برقرار کردن که میتونست به نفع هر دو کشور باشه. ایران در مسائل یعنی منفعت مشترک ایران و ونزوئلا به نظر چی بود؟ مشخصا که نظر امیر رو هم بعد از شما بشنویم. خواهش میکنم کوتاه بگو. خدمت شما عرض کنم که ببینید، ایران در ونزوئلا سرمایه گذاری کرده در زمینه ساخت مسکن. الان هم از ونزوئلا خیلی از فراورده های نفتی مثل بنزین رو میتونه تحویل بگیره. از اون ور ونزوئلا هم به هر حال از رابطه با ایران ضرر نکرده، یعنی دو طرف رابطه شون، حالا ایران بیشتر سیاسیه، ونزوئلا اقتصادیه. رو به نظر میرسه رابطه شون مکمل هم دیگه است. بسیار خب، سعید خواهش میکنم شما روی خط بمون، ببینیم اگر امیر نظرش با شما متفاوت بود شاید بتونیم با هم صحبت کنیم. امیر بفرمایید. من مطمئن نیستم الان صدای منو دارید؟ بله شما روی خط هستید. سلام. خب من به طور کل با دوستان صحبتی که این دوستمون گفتن مخالف هستم. از نظر من آقای هوگوش حافظ مرحوم یک لومپن سیاسیه و هیچ کاری برای خدمت به کشور خودش نکرد. اون هم مثل بسیاری از حاکمان و دیکتاتورهای دیگه فقط به حفظ حکومت خودش فکر میکرد و نه به منافع کشور خودش، به منافع ملی کشور خودش. فراموش نکنیم در اون گرده همو یادم نیست، یک سال دو سال پیش بود که آقای اوباما در سفری که داشت به آمریکای لاتین و این آقای هوگو چاوز به چه التماس کنه با چه وضعیتی مایل بود که تمایل خودش رو به همکاری با آقای اوباما نشون داد، دستگل براش برد و روبوسی کرده بودن با هم. آقای اوباما هم پای پیاده تا محل اقامت آقای هوگو چاوز رفته بود. من یادم نیست چه گرده همایی بود ولی این مراسم خیلی خوب یادمه. یعنی ایشون هم خیلی دوست داشت با آمریکا رابطه برقرار کنه، اما در سخنرانی‌هاش در مجامعش فقط یک ژست ضد غربی میگیره. مردم خودش هم من خیلی خوب میدونم، به خصوص قشر فرهیخته، قشر متوسط، قشر تحصیل کرده، هیچ مشکلی با دنیای غرب ندارن و مایلن که با دنیای آزاد ارتباط برقرار بکنن. خب جبه جای خودشون میرفت و اون هم با قذافی خیلی شبیه بود به قذافی، به احمد نژاد. بله، در مورد رابطه ایران و ونزوئلا چی فکر میکنی؟ امیر سعید فکر میکنه که منافع مشترکی داشتن که میتونست برای هر دو کشور خوب باشه و هنوز هم البته حالا بعدم ببینیم چه اتفاقی میفته. بله بله، این دوستمون گفتن که برای ایران از نظر سیاسی خوبه این رابطه و برای ونزوئلا این رابطه از نظر اقتصادی خوبه. ظاهرا مخارجی که ایران، هزینه‌هایی که ایران در اونجا داشت، سرمایه‌گذاری که ایران در اونجا داشت به مزاق ونزوئلایی‌ها خوش آمده و استقبال می‌کردن و به لحاظ سیاسی چه منافعی برای ما داشت من نمی‌دونم. من منافع دو کشور رو بیشتر در جهت منافع خود آقای احمد نژاد میدونم. آقای احمد نژاد چه خوب بود، نامش رو یه بررسی میکردیم، این نامه که ببخشید این تسلی پیام تسلیتی که گفته و یک روز هم اعضای عمومی در ایران اعلام کرده، این پیامی که آقای احمد نژاد داده باید به لحاظ روانشناسانه بررسی بشه و نه به لحاظ یک پیام یک مرد سیاسی از این برای کره زمین. امیر اجازه بده نظر سعید رو خیلی کوتاه در مورد این حرفایی که شما زدی بشنویم و فرصت رو به بقیه هم بدیم. سعید خواهش میکنم کوتاه بگو. امیر ظاهرا با حرفایی که شما زدی مخالف بود. ببینید خانم ندیری، ایشون روی کرده ایشون نسبت به مثلا حکومت ونزوئلا، من تعجب میکنم که ایشون آقای چاوز رو گفت یه لومپن سیاسی. ببینید این کلمه لومپن سیاسی بار معنایی زیادی داره. در مورد بعضی از رهبران سیاسی قدیم میشد اینو، در مورد قذافی میشد اینو اصلاح کرد، چون قذافی به هر حال یه آدم غیر معقولی بود. ولی آقای چاوز اگه هر چیزی نباشه یک رهبر بسیار بسیار خردمند و دانا در بین، در مقایسه با کشورهای سوسیالیستی، من نه در مقایسه با کشورهای غربی، در بین کشورهای چپگرا، من مطلق نمیخوام حرف بزنم، به نسبت ایشون آدم معقولی بوده. همین حمایت اجتماعی که الان ایشون داره خب همین نشون دهنده چیه؟ به هر حال مردم ونزوئلا که همه بی سواد نیستن که اگه یه رهبری به اصطلاح سیاست‌هاش جامعه رو بخواد به عقب ببره هیچ کی نمیاد تو خیابون گریه بکنه. ولی الان شما واکنش مردم رو می‌بینی،
ملاک و معیار یه حکومت یا یه رئیس. البته واکنش ها خیلی متفاوت بوده سعید، در خبرها هم حتما شنیدی و بعد از این هم خبرهای تکمیلی که منتشر خواهد شد هم از صدای آمریکا میتونید دنبال بکنید و مطمئنا خبرگزاری دیگه. ولی ممنونم از هر دوی شما که در بحث شرکت کردین. اجازه بدیم فرصت رو به بقیه. چاوز هم رفت، قابل توجه همه مادام العمرها، این جمله بود که در برگه های فیسبوکی از دیروز سالا داره دست به دست میشه، به اشتراک گذاشته میشه. به غیر از پیام محمود احمدی نژاد و واکنش هایی که به همراه داشت، بیشترین مطلبی که به اشتراک گذاشته بود و اساس اعتراضی داشت اعلام عزای عمومی در ایران بود. امیرحسین نوشته آقای رئیس، چاوز اون سر دنیا مرد، دولتتون عزای عمومی اعلام کرد، اما شب زلزله آذربایجان تلویزیون خنده بازار پخش کرد و شما که مردمی هم بودید و واکنشی نشون ندادید. از اون بدتر یک سری از بچه های دبستان سوختن و به رحمت خدا رفتن، ولی خبری از یک تسلیت ساده از سمت شما نشد. میشه ازتون بپرسم شما اصالتاً اهل کجا هستین؟ ایرانی هستین یا از بلاد کاراکاس؟ و حسین نوشته بود تا حالا برای هیچ غیر مسلمانی در جمهوری اسلامی ایران عزای عمومی اعلام نشده و کاربرانی هم بودن که به مرگ چاوز رو دستمایه طنز قرار داده بودن، به خصوص در توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی که اونها رو هم براتون میخونم. ولی به نظر حامد، چاوز فردی بود که با توجه به منافع کشورش با ایران دوست بود، چون همون جوری که احمدی نژاد رو به آغوش میکشید صدام حسین رو هم به آغوش کشیده بود. و سعید هم معتقده واقعا جای تعصب داره که وقتی در مملکت خودمون مردم آذربایجان بر اثر زلزله زیر خروارها خاک مدفون میشن، حتی یک ساعت هم عزای عمومی اعلام نمیشه. خب اجازه بدید اینجا پیام تسلیت بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد رو هم با هم بشنویم. At the same time, as a secretary general, او در مقام رئیس جمهور ونزوئلا سهم خود را به توسعه کشورش ادا کرد و بدین وسیله عمیق‌ترین همدردی خود را با خانواده چاوز و مردم ونزوئلا ابراز می‌کنم. بله، این نظر بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد بود زمانی که خبر مرگ هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا رو شنید. کامبیز و کوهسار روی خط هستید هر دوی شما، اجازه بدید نظر کوهسار از تهران رو اول بشنویم درباره مرگ هوگو چاوز. بفهم من اول یه چیزی رو اصلاح بکنم. اولا خسته نباشیم، شبتون بخیر، بعد کنیتون که حالا هر وقتی از نخلتون بخیر. ممنون. من فکر کنم آقای احمدی نژاد تو پاستور عزای عمومی اعلام کرد، نه در ایران، اونم نه در همه پاستور، در نصفش تا جایی که من میدونم. و یعنی دیگه مردم ها اصلا فکر نمی کنم زیاد احساسه، اما اینکه اون مخاطبتون یکی از اولین کسی که شرکت کرد آقای سعید بود. تو بله سعید بود، درسته. من با نظر آقای سعید موافقم که قطعا آقای چاوز نمیشه لومپن سیاسی خوند. ما کاش به بار معنایی بازیان دقت بیشتری میکردیم. شاید بشه گفت یه پوپولیست بود. خب مثل خیلی از رهبران این حالت عوام‌گرایانه رو داشت و به همین دلیل هم این محبوبیتش، این که تا آخرین لحظه هم حفظ شد، به دلیل همون پوپولیست بودنش بود در جامعه که و اون یک موج در آمریکای لاتین ایجاد کرد. ما اینو نمیتونیم منکر بشیم. الان بسیاری از رهبرانی که الان در آمریکای لاتین هستند نوعی چاوزیزم رو قبول دارن و به هر حال اون مسیر رو، حالا اشتباهی هم که آقای چاوز کرد تو اینجا صدام حسین رو بغل کرد و اینا، اون به دلیل کوتاه بینیش بود نه سوی نیتش. اون همونطور که سعید فکر میکرد که چاوز رهبر خیلی خردمندی بوده. الان شما گفتی که در مورد درباره اینکه با صدام حسین ملاقات کرد گفتین که اون نشانه کوتاه بینیش بود، پس یه مقدار نظرتون فرق داره با سعید، درسته؟ میگم بار معنای کلمات دقت کنیم، همونطور که اون آقا بهشون میگه پوپولی، معذرت میخوام، یه لومپن سیاسی خیلی کلمه سخیفیه برای آدمی مثل شاوز که به هر حال چون مملکتش محبوبیت زیادی داشت. حالا اون رو دیگه اصلا شما تو برنامه بهش اشاره کرد. از اون طرف هم اینکه بگم رهبر خردمندی بود، خردمند رو فقط به رهبرهایی که به هر حال جامعهشون رو به طرف یک جامعه حالا
فاضله به یک جامعه برتر هدایت میکنن میشه گفت رهبر خردمندی هستن، یا از طوفان‌های سیاسی که در اطرافشون میگذره در کشورها تو منطقه شون اون کشتی مملکتشون رو به سلامت عبور بزن میتونیم بگیم خب خردمند بوده. کوهساد، در مورد رابطه ایران و ونزوئلا چی فکر میکنیم، مخصوصا در زمان در دوران ریاست جمهوری هوگو شاوز؟ یعنی اساسا برای مردم ما قبل از اون بیشتر در بحث همکاری های نفتی مطرح بود که تو زمانی که آقای شاوز اومد این خیلی مطرح شد، این همکاری ما با این همکاری. اگه من زیاد چیزای پشت صحنه رو نمیدونم، این که ما چقدر امتیاز داریم، این که فایده این روابط چی بوده. ما هر وقت توی رابطه با تزینه فایده رو به سنجیانم تو رابطه با امریکا هم همه که تگی بحث میکنن که آقا مثلا حالا چه اونایی که میگن لازمه چه اونایی که رد میکنن هزینه فایده رو میسنجن. من این هزینه فایده رو چون کاملا شفاف نیست این رابطه، من نمیتونم بگم این آیا ما مسکن سازی که اونجا کردیم برای بخش خصوصی ما سودآور بود. برای اگه این رابطه سودآور بود خب اشکالی نداشت، ولی چقدر هزینه دادن ملت ایران این رو میگم، فقط اگه ارقام روشن بشه همه چیز اون وقت میشه گفت. بسیار خب، ممنونم کوهسار. من گفته بودم که بهزاد روی خط اسکایپ، ارتباطمون با بهزاد قطع شده، اما سعید بله کامبیز عذر میخوام، اما سعید الان روی خط اسکایپ، نظر سعید رو بشنویم. من سلام میکنم خدمتتون و عرض خسته نباشید دارم. سلام خدمت شما. عرض شود که من اول انتظار تاسف میکنم که وقتی که آقای چاوز مرد آقای احمدی‌نژاد براشون عزای عمومی اعلام کردن، چرا که برای مملکت خودمون، برای عزیزانی که زیر خبرها خاک رفتن در آذربایجان، حتی یک دقیقه هم سکوت، حتی یک دقیقه سکوت یا عزای عمومی اعلام نکردن. چرا فکر می‌کنی این اتفاق افتاد سعید؟ چرا فکر می‌کنی آقای احمدی نژاد اینجوری برخورد کردن؟ ببینید چیز مشخصه، چاوز یه آدم زیرک و باهوشی بود، ایران هم خب احتیاج داشت به خاطر اینکه در آمریکای جنوبی بود و میتونست یه سری سرمایه‌گذاری‌ها بکنه و یک سری از اونجا بتونه به اهداف خودش برسه. چاوز هم یک کسی بود مثل خود احمدی‌نژاد، خیلی سیاستش نزدیک بود. چاوز یک کسی بود مثل قذافی، مثل صدام حسین، مثل بشار اسد. اینا همه‌شون دیکتاتورهایی هستن که مردمشون رو سرکوب می‌کنن. ایران هم اونجا سرمایه‌گذاری کرده و برای اینکه منافعی که اونجا الان داره از دست نده، باید اینطور به اصطلاح با روی اعلام تسلیت بکنه و عزای عمومی اعلام بکنه. این یه چیز طبیعی هستش. بله. و اینکه خب آقای چاوز اینقدر خوب بود که ایشون گفتن که با مسیح میاد. من فکر میکنم که آقای احمدی نژاد یادشون رفته که اخیراً مثل اینکه قراردادشون با مهدی تموم شده، حالا دنبال راه مسیح هستن. من فکر میکنم اگر مسیح زودتر بیاد آقای چاوز میخواد با کی بیاد. بسیار خوب سعید، این نکته که شما اشاره میکنی به هر حال خیلی ها این مسئله رو دربارش طنزهای مختلف نوشته شده، مخصوصا در توییتر و فیسبوک ما میدیدیم که کاربران شبکه های اجتماعی نگاه بسیار طنزآلودی داشتن به همین پیام آقای احمدی نژاد و حتی پیش از اون بعد از اینکه خبر مرگ آقای چاوز منتشر شد. به هر حال ممنونم از تماس، سعید روی خط اسکایپ بود و همینطور کوهسار از تهران. اما طنز اشاره کرد سعید، من از توییتر براتون میخونم که مهرزاد خان نوشته سال دیگه همین روز تو تقویم با خط قرمز نوشتن سال روز درگذشت هوگو چاوز و تعطیل رسمی. همطور کاربر دیگه نوشته برای ارسال کمک‌های خود به ساخت ذریح هوگو چاوز یک پیامک خالی به این شماره بفرستید و ذریح هوگو چاوز به دست طراحان ایرانی ساخته می‌شود، نوشته ای از جراید. و همینطور دیگرانی که نوشته بودن به مناسبت مرگ هوگو چاوز ما امسال عید نداریم. اما من یه نکته دیگر رو بخونم از صحبت‌های محمود احمدی نژاد که در پاستور گویا گفته بود که در جلسه هیئت دولت گفته بود چاوز کسی بود که صراحتاً اعتقاد خود به پیامبران الهی را اعلام می‌کرد و میگفت که منتظر حکومت عدل جهانی هستیم و به واقع نیز در این راه تلاش می‌کرد و با روحیه یک بسیجی مخلص تمام عیار و حزب اللهی و عاشق مردم بود که اینها هم طنزهای زیادی رو به همراه داشت. یا نعیمه
به قسمت دیگه ای از صحبت‌های احمدی نژاد اشاره کرده، گفته که با اشاره به اینکه امروزه فشارهای مستکبران به ملت‌های آمریکای لاتین به خصوص به مردم ونزوئلا بسیار سنگین هستش، اما در چنین شرایطی چاوز همواره نگران ملت ایران بود و حقوق جمهوری اسلامی ایران و تمام سخنان خود یاد نام و راه امام راهل را تشریح می‌کرد و بر آن متذکر می‌شد. این هم چیزی بود که در شبکه‌های فیسبوک، در شبکه‌های اجتماعی مخصوصا فیسبوک دست به دست می‌شد و در توییتر دستخوش طنز. خب شاهین و بهزاد، نظر شما رو بشنویم. شاهین از مشهد، بفرمایید. درود خانم. همچنین، ممنون. از کنم خدمتتون که راجع به شخصیت آقای چاوز اگه بخوام نظرمون بگم، ایشون در منطقه آمریکای جنوبی یا آمریکای لاتین در واقع یک مثلث ضد آمریکایی رو درست کرده بودن که یک رفتشون کشور ونزوئلا بود، یک رفتش کشور بولیوی و یک رفتش هم کشور اکوادور. این مثلث ضد آمریکایی قطعاً که در حیات خلوت آمریکا هست، خیلی برای کشور آمریکا مزاحمت ها و به قول معروف جریانات ضد اطلاعاتی مشخصی به وجود آورده. ببینید اتفاقی دوستان که الان از اسکایپ گفتن که ایران برای منافع خودش هم که شده نمیتونه دست از ونزوئلا برداره، قطعاً کاملا نظرشون درسته و واقعا نظر درستی به نظر من گفتن. ببینید در شرط فعلی براخره زمینه که اینم باید بگم که براخره اگر دولت ایران با ونزوئلا میاد و کارهای مشترکی رو انجام میدن، دست به گشایش سفارتخونه میزنن و یا مراکز متفاوت مهمی رو اگه میان باز کنن، قطعا در جهت منافع ملی دو کشور بوده و نمیتونیم بگیم که یک کشور خواسته اردبیلیت خودش از نظر منافع کشور دیگه در واقع خرج بده. شاهین، تا همین قسمت حرفایی که زدی رو اجازه بده نظر بهزاد از تهران رو بشنویم، درباره این نظرت ببینیم چی فکر میکنه. بهزاد درود بر شما. خواهش میکنم. درود بر شما. من خواستم در یک دقیقه فقط یک رزومه از آقای چاوز بشوشم اجازه بفرمایید. حقوق رافع چاوز فریاد میدونی در 28 جویه 1950 دنیا در ایالت بارینات به نزیر به دنیا مرد. دبیرستان در همون بارینات بزنید که اسمی جانی ایری بود. بعد در کادرین نظامی رفت که در کاراکاس بود و بسیار هم نمرات بسیار خوبی داشت که بادان باهوش بود. 1975 وقتی یک سرهنگ بود خواهد قدرت در نزیر به دست بگیره، ناموفق شد و دو تا زندان محکوم شد. ولی بعدا بعد اومدن از زندان، حزب جنبش و جمهوری پنجم پای گذاشت. 1998 به قدرت رسید، ولی با اعتصاباتی سراسری که در 2002 به خاطر اینکه می‌خواست قدرت نفت به دست بگیره، کنترل نفت به دست بگیره، از کار برکنار شد و دوباره به کار اومد. نیکولاس مارو معاون اون کسی بود که بسیار به اون نزدیک بود و فرد منتخب چاوز بود، کسی بود که اعلام مرگ چاوز هم به وکیل او در پیروزی انجام شد. و یک کاندیدای دیگه بنام کاپیلا که اون خیلی جوان، اون خیلی جوان و افکار مثل چاوز داره و در انتخاب قبل نشد ولی به اون امید زیادی داره. خود چاوز گفت من تا 2030 در قدرت خواهم بود و جمله معروفش اینه که من از همین الان شما رو به تولد چه وقتی رئیس جمهور هستم و 77 سالمه دعوت میکنم. خب حالا بهزاد، اگر یک مقدار از اینها، البته اطلاعات مفیدی، ممنون به اینهایی که اشاره کردی، اما برای اینکه باز برگردیم به بحث برنامه، فکر میکنی که حالا الان شاهین در مورد روابط ایران و ونزوئلا صحبت کرد و فکر میکرد که منافع هر دو کشور ایجاب میکرد که با همدیگه ارتباط خوبی داشته باشن و به خصوص به مواضع ضد آمریکایی هوگو چاوز اشاره کرد در آمریکای لاتین و شاید یکی از دلایل اینکه ایران به ونزوئلا نزدیک شده بود در این سالها، درباره این چی فکر میکنی؟ ضد آمریکایی بوده ما بخوایم تعریف کنیم، بله بله، ایشون ضد آمریکایی داده، منافع چیز دیگه است. حکومت های استبدادی سرنوشت محکومی دارن که همیشه اینا با هم دیگه در ارتباط هستن. و شما فکر میکنی حکومت چاوز استبدادی بود؟ بله کاملا کاملا استبدادی بود، جابه دور از چون تمام در قانون اساسی هم عوض کرد و خیلی قدرت های زیری به خودش داد و همین که جمهوری گفتم تا سال 77 سالگی من در
در دو داتی در قدرت خواهمونشون از روزه استبدادی اون داره و اون همه شون هم پوپولار هم همه شون هم باسه مردم ترانس از لحاظ اقتصادی و سواد در اونها بیشتر محبوبیت هم چون ساده حرف میزنن. اگه بخواهم مثالی باشه از این آقای اردوغان در ترکیه من میدونم وقتی در قبل از زندان بره یک شعر معروفی خمای ترکیه را کنجی گفتیش که کلاخود ما کلاخود مساجد بمبت های مساجد کلاخود ما و مناره ها نیزه های ما دموکراتی ما یک قطاری مونی که سریع را قدر در سیاده میشید و توان شریع هم پیز میکنن. بساده درباره آقای چاوز، مرگ آقای چاوز و پیام تسلیت آقای احمدی نژاد چی فکر میکنی و اینکه امروز رو اعضای عمومی اعلام کرده بود؟ بله به آخر اینا در تحدید در یک یکه بودن. گفتم که اگه منافع ملی ما را دشمنی با آمریکا بدیم اینا بسیار در این قضیه موفق بودن. ولی از اینکه شما ما یک خطی داشتیم بین کرام و کارکاس که اصلاً اقتصادی نبود و همچه خالی میرفته خالی برمیده چون ما اونقدر مثلا اقتصادی با ونزوئلا نداشتیم. اونا چیزی به اونا ساده میگیم نه اونا چیزی به ما میگن. ولی ما مخواستیم به حد و حد کسب میشده این دوتا رو به هم بکسبیم و این برای ما همین فقط هواپیمایی چقدر ضرر داشت برای ما تا بگیم که منافع وجود داشت. بله اجازه بده نظر شاهین رو درباره حرفای شما بشنویم. شاهین از مشهد بفهم. اول من خدمت دوستان سلام عرض میکنم. ولی این صحبتی که ایشون از یه کلاخود و گنبدهای مسجد گفتن به نظر من نباید مذهب رو قاطی این چیزها کرد. مذهب یک در واقع بالاترین هست و به هیچ عنوان نباید با مذهب نظرات به قول معروف مغرضانه خودش رو یا شخصی خودش رو اعمال. اما راجع به این که حکومت استبدادی گفتن ایشون حکومتی، ببینید من مثال میزنم براتون. ببینید به نظر شما حکومت حسنی مبارک استبدادی بود یا حکومت ایشون آقای هوگو چاوز استبدادی بود که الان در نبودش این همه مردم میان تو خیابون؟ در حالی که حکومت مصر مردم انقلاب کردن و یه نفر یه دیکتاتوری رو مثل حسنی مبارک رو کنار گذاشتن، به این میگن حکومت استبدادی؟ یا حکومت پادشاه بحرین که الان مردم در صدد انقلاب هستن تا اون دیکتاتور رو بذارن کنار؟ پس دیکتاتوری تعریفش یک چیز مشخصیه، یعنی که اکثریت مردم مخالف اون هستن. پس این دوستمون به نظرم داره اشتباه میکنه که میگه ایشون دیکتاتور هستن. اگر دیکتاتور بودن قطعا الان باید مخالفین ایشون تو خیابون میامد و جشن پایکوبی میکردن دیگه، همونطوری که اجازه بده بس ببینیم بهزاد در برابر این استدلال شما چه نظری داره. بهزاد من به دوست از من منظورم از کلاخود که اینا هر وسیله ای برای رسیدن به قدرت استفاده میکنن. حتی ما میدونیم که چاوز زیارت امام هشتم رفت. منظورم استفاده از تمام وسایل برای رسیدن به قدرت بود. در اونها مثلا هم یک وسیله است که برای رسیدن به قدرته. و ببینیم که دموکراسی هدف نیست، دموکراسی وسیله ای برای خوشبخت کردن مردم. وقتی که ما به اقتصاد ونزوئلا نگاه کنیم متاسفانه و شوربختانه علاوه همین جور سال به سال پایین تر میره. ما به نتیجه کار داریم و اصلا که رفتار آقای چاوز که میخواست همیشه رئیس جمهور بمونه تا 30 سال بعد خب به خودش بهترین دلیل برای مستبد بودن ایشون. بسیار خوب، ممنونم از هر دوی شما که در بحث شرکت کردید، بهزاد و شاهین. اما این بیننده ما از دوران کودکی هوگو چاوز صحبت کرد. من آلبوم عکسی رو منتشر کردم در صفحه فیسبوک ما میتونید ببینید، همینطور در صفحه پروفایل ما میتونید ببینید که از عکس‌های کودکی هوگو چاوز شروع میشه تا زمان مرگش، زمان بیماریش و زمانی که سرباز بوده. اما من نوشته‌ای دارم از سحرناز در فیسبوک که براتون میخونم تا این شما عکس‌ها رو ببینید. نوشته برای ما طبیعی هستش که وقتی دستمان از همه جا کوتاه باشه و در شرایط یأس سیاسی که گریبانگیر شده با دست به دست کردن عکس‌های مشترک چاوز چفیه به گردن پای زری امام رضا و احمدی نژاد به نفرین و دشنام متوسل بشیم یا برای مرگ چاوز با آرزوی مرگ احمدی نژاد در دل هورا بکشیم. اما خوب است گاهی بعضی چیزها را بهانه کنیم برای تمرین فکر کردن در گستره سیاست جهانی. سحر نوشته چاوز بیشک سیاستمدار بی‌نقصی نبود، قبل از حمله خوب دست کم
وقت بذاریم برای شناختن پروژه‌ای که او دل در گروه انجامش داشت، پروژه‌ای که بیشک با مرگ او به زمین نخواهد ماند. سرنوشت چاوز موحد، مؤمن و شهید راه خدمت به ملت ونزوئلا نبود، اما مجموعه اصلاحات اجتماعی و سیاسی که در دوران ریاست جمهوریش انجام داد و پایه‌ریزی کرد در نگاه بسیاری از تحلیلگران و فعالین سیاسی اجتماعی چشمگیر بود. این هم نظری از سحر بود. و اما عزیز نوشته که در حالی که ایران به خاطر دنبال کردن برنامه هسته‌ای و مشکلات حقوق بشری تحت فشار بین‌المللی روز قرار داره، برای مقامات این کشور برخورداری از حمایت نزدیک آقای چاوز و چند رهبر ضد آمریکایی دیگه در آمریکای لاتین به عنوان نشانه ناکارآمدی و ناکامی غرب در انزوای ایران ارزش سیاسی داره. خب موبین و فرزاد روی خط هستید، اول نظر موبین از تهران رو بشنویم، بفهمید. سلام میگم خدمت سلام. شما خانم ندیری عزیز، من واقعیتش فکر میکنم که مرگ چاوز خبر خوبی برای ایران و رژیم ایران نیست، برای اینکه ونزوئلا متحد ایرانه، چه اون زمانی که آقای خاتمی بود چه الان که الان احمدی نژاده. البته زمان احمدی نژاد چون روحیش ضد غربی بود به آقای چاوز نزدیکتر بود، ولی باز هم رابطهش با ایران آقای چاوز خوب بود. ولی برای آمریکای لاتین هم خوب نیست این خبر، برای اینکه الان 10-15 سالی که مردم آمریکا، آمریکای لاتین، قاره آمریکا، اینا رؤسای جمهوری رو انتخاب میکنن که همشون ضد امپریالیسمن، از اوو مورالس بگیر تا اورتگا و اینم چاوز که مرد. بنابراین مرگ چاوز برای اونا هم خیلی ناراحت کننده و خبر خوبی نمیتونه باشه. این نامه آقای احمدی نژاد هم نامه غلو آمیز بوده فکر میکنم، چون خیلی ناراحت بوده بالاخره این نامه رو نوشته و خودم هم خوشم نیامد. درباره عزای عمومی اعلام کردن امروز چی فکر میکنی مبین؟ من همینو میخواستم بگم، میدونی برای چه آقای احمدی نژاد عزای عمومی اعلام کرد؟ چون فکر میکنم همونطوری که بشار اسد برای ایران توی خاورمیانه خیلی اهمیت داره و متحد نزدیک ایرانه، چاوز هم توی آمریکای لاتین یه چیزی مثل بشار اسد توی آمریکای لاتینه. این موبین روی خط بمون، خواهش میکنم بذار نظر فرزاد رو هم بشنویم ببینیم درباره حرفایی که شما زدین چی فکر میکنه. فرزاد خواهش میکنم. با درود، نظر من اینه که آقای چاوز شخصی بود که واقعا یک دیکتاتور به تمام عیار بود در آمریکای لاتین و نمیشه به هیچ عنوان، این بهترین کلمه هستش دیکتاتوری که بتونیم روی ایشون در واقع گذاشته بشه. و چند تا از بینندگان عزیزتون اومدن روی خط و پیشنهاد دادن و نظر دادن در رابطه با این کلمه که نه، نمیشه از این کلمه لومپن یا دیکتاتور استفاده کرد. چرا نمیشه؟ این مردمی که الان در ونزوئلا توی خیابون هستن و دارن توی سر خودشون میزنن، اینها یک سری مردمی هستن که واقعا فریب خوردن. ما در ایران هم داریم مردم فریب خورده که میان توی خیابون و برای خامنه‌ای یا برای احمدی نژاد راهپیمایی میکنن و میزنن تو سر و سینه خودشون، ولی واقعا نمیدونن برای کی دارن میزنن. خب اینها نمیشه مقایسه کرد که بگیم این مردم واقعا از روی آگاهی دارن میان تو سر خودشون تو ونزوئلا میزنن یا اینکه نه فریب خوردن. به نظر من فریب خوردن. بله به نظر شما همجور که گفتین، خب البته باید یه مقدار گسترده تر عمیق تر شاید به این مسئله نگاه کرد و البته رسانه ها الان دارن این کار رو میکنن، تحلیلگران در برنامه های مختلف دارن صحبت میکنن درباره اینکه واقعا محبوبیت آقای چاوز حالا در کشورهای آمریکای لاتین نداشتن و در بله اینکه در چه حدی بوده و چطوری به دست اومده در همه کرسی که گذاشتن برای همون تغییر ریاست جمهوری در ونزوئلا، بهشون ثابت شد که محبوبیتی ندارن در بین مردم ونزوئلا. بله سال 2007 بود فرزاد. اما درباره پیام تسلیت آقای احمدی نژاد و اعلام عزای عمومی در ایران چی فکر میکنی؟ خب به نظر من آقای احمدی نژاد اگر اینقدر واقعا با علاقه من بود به آقای چاوز، خب ایشون خیلی دوست داره به امریکا همیشه یا به امریکای لاتین پرواز بکنه و سفر بکنه تو اون مناطق، بلندشن با هواپیماشون برن اونجا، یه دسته سینه‌زنی و زنجیرزنی هم با خودشون ببرن زیر تابوت آقای چاوز و درود جمعه بگیرن و برن حداقل اونجا تا
تمام عیار خودشون رو نشون بدن اگر قراره با این پیامی که دادن. واقعا این پیام در شأن یک رئیس جمهور نمیشه گفت رئیس جمهور واقعا هستن اینها یا نیستن. به هر حال میبینید وقتی شما میرین توی کلمه ریاست جمهوری رو میخواید مطالعه بکنید، میبینید چه ابعاد خاصی رو در خودش جا میگیره و یه شخصی که میخواد این کلمه ریاست جمهوری رو در واقع یدک بکشه با خودش در یک توی یک جامعه باید این ابعاد رو داشته باشه، باید این خصوصیات اخلاقی رو داشته باشه. آقای چاویز و آقای احمدی نژاد متاسفانه این خصوصیات اخلاقی رو ندارن. شما ببینید وقتی اینها میرن توی سازمان ملل سخنرانی میکنن، وقتی که به اینها داده میشه برای سخنرانی حتی اعتنا نمی کنن به اون چراغی که داره چشمک میزنه که وقتتون تموم شده. وقتی یه رئیس جمهور اعتنا نمی کنه به این نکات حساسی که توی یه سازمان بین المللی در واقع وجود داره، خب اینها رو نمیشه اسمشون رو گذاشت رئیس جمهور. بسیار خوب، ممنونم. شما دارین پویی می کنید اون رؤسایی که اونجا نشستن. ممنونم فرزاد، خواهش می کنم اجازه بدیم فرصت رو به بقیه هم بدیم نظرشون رو بگن. فرزاد و مبین ممنون از هر دوی شما. اما به فرزاد بگم که احمدی نژاد برای مراسم خاکسپاری هوگو چاوز به ونزوئلا میره و این خبرش قطعی شده، در رسانه‌های ایران هم اعلام شده. و اما چند تا نکته که طنز بود من براتون انتخاب کردم از توییتر که یاقی نوشته هوگو چاوز هم مرد بالاخره، محمود احمدی نژاد حالا آخر هفته ها باید کجا بره، و اسخر هم نوشته ختمش کجاست، کدوم مسجد میگیرن و ما بالاخره باید کی بریم برای مراسم عزاداری. و کاربر دیگه هم توییت کرده میخوام تور زیارتی راه بندازم برای ونزوئلا و زیارت حرم مطهر هوگو چاوز و امیر حسین، که نوشته خیلی نگرانم چاوز مرد و ما هیچ اتوبان جدیدی نداریم که به نام شهید هوگو چاوز نامگذاری کنیم. این شهرداری دقیقاً داره چیکار میکنه؟ و سارا هم که اشاره کرده به صحبت‌های محمود احمدی نژاد و گفته رئیس جمهور منتخب با این پیام تسلیتش مشخص کرد که به روح اعتقاد داره و تشکر کرده از اینکه بالاخره رئیس جمهور گفته که به روح اعتقاد داره. و همینطور من نظری از وحید بخونم که چاوز رو اینطور معرفی میکنه: رهبری قدرتمند و مردمی که دست آمریکا را از کشورش قطع کرد و نفوذ استکبار ایالات متحده در منطقه آمریکای لاتین را محدود کرد. این صحبت‌های وحیده. و گفته این کاربر نوشته که در زمان زمامداریش فاصله طبقاتی در میان مردم کشورش را به شدت کاهش داد و باعث پدید آمدن دوران جدیدی در سیاست آمریکای لاتین شد. خب ریحانه و حمید روی خط هستید. ریحانه از مشهد بفهمید. سلام، وقت شما بخیر. ممنونم. همچنین راجب این قضیه من نظرم اینه که مرگ هوگو به نفع آمریکا بوده، چون یکی از راه‌های نفوذ ایران به درون حیات خلوت آمریکا در واقع بسته شد. اما تو این چند ساله ایران چرا فکر می‌کنی بسته شد ریحانه؟ فکر می‌کنی مرگ آقای چاوز باعث میشه که رابطه ایران و ونزوئلا کم رنگ بشه یا اتفاقی بیفته براش؟ نه، ببینید، من فکر می‌کنم که تو این چند سال ایران 50 تا روی چندین کشور آمریکای لاتین گذاشته، از جمله پاراگوئه، باکو، حتی برزیل. به نظر من مهمترین عامل مهمترین عامل موفقیت هوگو اینه که حالا مثلا یکی از عواملی که ما می‌دیدیم هوگو ظاهر می‌شد این بود که با خانواده‌اش همراه بود. خانواده‌اش یعنی باهاش همراه بودن. شما اگر که آقای اوباما رو هم ببینید، خانمشون همیشه باهاش هست. حالا من خواستم یه مقایسه بکنم، یه تشابهی هستش توی آمریکا بین این چیزها. ولی که ونزوئلا سیستم سوسیالیستی برقراره که همه منافع ملی اون کشور هم برای عموم جامعه است، ولی توی آمریکا میبینیم که 1% بیشتر این سهم از اقتصاد رو دارن. این هم به نظر من تبلیغاته. حالا درباره این مسئله اتفاقی که امروز افتاد، پیام تسلیت آقای احمدی نژاد و اعلام عزای عمومی در ایران، چی فکر میکنی بابت مرگ آقای چاوز؟ من فکر میکنم که ونزوئلا اونقدر مهم بوده که ایران به آمریکا پیام تسلیت میده. این به نظر نمایش قدرت ایران و آمریکاست که ایران از اون سر دنیا پا میشه میاد تو حیات خلوت آمریکا و برای مرگ رهبر ونزوئلا پیام تسلیت میفرسته. چاوز هم اونقدر مهم و محبوب بوده، موفق و محبوب بوده که اوباما برای جلب نظر مردم ونزوئلا و همپیماناش
تایم تسلیت و طرفدار اعلام میکنه. تایم احمدی نژاد هم به نظر من در همین راستا بوده. در واقع تایم احمدی نژاد جنگ تبلیغاتی ایران و آمریکاست. البته این دوتا حالا میتونیم نظر دیگران رو هم بپرسیم که چطوری شما اینجوری به این نتیجه رسیدی. اجازه بده پس ریحانه روی خط بمون، نظر حمید رو از آمریکا درباره حرفایی که شما زدی بپرسیم. حمید چی فکر میکنه درباره حرفای ریحانه؟ من فکر میکنم که چاوز خب رفیق صمیمی احمدی نژاد بود، بشار اسد و چاوز و احمدی نژاد و رهبر چین و پوتین و اینا دیگه گروهی هستن که در حال همدیگر رو ساپورت میکنن. چاوز روابطش با ایران موفقیت آمیز بود، چون تونستن پای مواد مخدرهای به اصطلاح که توی ساوت آمریکا و توی آمریکا مصرف میشن به ایران از طریق پروازهای مستقیم به کاراکاسشون واز کنن و سپاه تونست یک شعبه جدیدی رو تأسیس کنه در این رابطه. اینه که انتظاری به جز این نمیشه داشت. اون همیهن ما گفت در حد رئیس جمهور نیستن، از کوزه همان تراوت که در اوست. احمدی نژاد و چاوز و بشار اسد و این تیپ افراد همون چیزی هستن که هستن که دنیا دارن میبینن. متاسفم که یک همچی شخصی در مقام ریاست جمهوری در سرزمین ما نشسته و متاسفم که بعضی افراد هنوز فکر میکنن که اینها قهرمان هستن، در حالی که داریم می‌بینیم نتیجه 34 سال حکومت اینها رو. البته احمدی نژاد موفقیت زیادی در ونزوئلا داشت، تونست گروه چماقدارا مثل توی ایران چماقدار و زنجیردار و غمکش توی ونزوئلا هم داریم، توی سوریه هم داریم، اینا همه از یک قماش هم. خب حمید، درباره اعلام اعضای عمومی در ایران بابت مرگ هوگو چاوز چی فکر میکنی؟ ریحانه فکر میکرد این یه پاسخی هست، یه پاسخ سیاسی بوده به آمریکا، شما چی فکر میکنی؟ اینا در واقع همون تبلیغات سیاسی هست، در واقع همون تبلیغات سیاسی هست که خانم ریحانه فرمودن. ولی اگر فرد پس فردو به قول اون هموطنمون تور زیارت مقبره چاوز هم بذارن، یه امامزاده هم تو ایران درست کنن، بالاخره امامزاده هر روز داره سبز میشه. برای چاوز زیاد تعجب نکنید، این جماعت همینن که میبینید. بسیار خوب، ممنونم از هر دوی شما ریحانه و حمید. اما شهرام گفته چاوز فردی بود که در راستای منافع ملی خود تلاش میکرد، هرچند به فردی پاپولیست بود اما به دلیل حمایت از احمدی نژاد منفور ملت بود و این را از همان ساعات اولیه در شبکه‌های فیسبوک میشد، در شبکه‌های اجتماعی میشد مشاهده کرد. من چند تا پیام تسلیت بخونم از رهبران دنیا که رئیس جمهور بولیوی گفته که یکی از دوستان و متحدان چاوز محسوب میشد، با چشم گریان جلوی تلویزیون اومد با کابینه خودش و تسلیت گفت و به مردم ونزوئلا و خانواده هوگو چاوز، گفت که در حالی که اصلا نمیتونه صحبت کنه، قدرت تکلم کافی نداشت، این مرگ رو یک ویرانگری اعلام کرد. و همچنین رئیس جمهور کولومبیا هم در بیانیه‌ای بر روی توییتر خودش یعنی توییت کرد و نوشت که این مصیبت بزرگ بود برای ونزوئلا و کل منطقه. و همچنین جیمی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا در بیانیه‌ای نوشت مردی را می‌شناختیم که در نگرش خود به دنبال ایجاد تغییرات عمیق در کشورش بود تا به خصوص به مردمی که مورد توجه نبودند و به حاشیه رانده شده بودند سود ببرند. و همینطور وزیر امور خارجه انگلیس که نسبت به خبری درگذشت چاوز ابراز تأسف کرد. و اما رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز اعلام کرد که روابط ایران و ونزوئلا همچون گذشته ادامه خواهد داشت و بدون چاوز هم این راه گویا ادامه داشت. دقیقا خبر اینه که همچون گذشته ادامه خواهد داشت، زیرا ملت ونزوئلا راه چاوز رو ادامه خواهند داد. بهروز و سید، نظر شما رو بشنویم. بهروز از شیراز بفرمایید. با سلام خدمت سلام. شما و همه بینندگان عزیز، یه مسئله که فکر کنم کمتر بهش پرداخته شد این استش که برخی تحلیل‌ها در مورد روابط ایران و ونزوئلا این استش که ایران قصد داره با ورود به آمریکای جنوبی و حمایت از تفکرات ضد امپریالیستی که در آمریکای جنوبی وجود داره، تجربه حمایت از حماس و حزب الله رو در مقابل اسرائیل تکرار بکنه و همونطور که از حماس و حزب الله و گروه‌های مقاومت در مقابل اسرائیل حمایت کرد،
یک همچنین گروه‌هایی رو یا کشورهایی رو که در مقابل آمریکا ایستادن در آمریکای جنوبی از اونا حمایت بکنه و سعی بکنه که در حیات خلوت آمریکا نیروی رو آماده بکنه به لحاظ سیاسی که بتونه در مواقع لازم فشارهای سیاسی به آمریکا وارد بکنه، که این به نظر من خیلی مهم هست و حاکی از یک نگاه بلند به مسائل سیاست خارجی هستش که ایران به نظر این سیاست موفقیت آمیز بوده تا امروز؟ بله، ببینید آمریکا فکر می‌کنم حدود چند ساعت 4 ماه پیش بود که یک بارها وزرای امور خارجه آمریکا و مقامات آمریکا ابراز ناراحتی کردند از حضور ایران در آمریکای جنوبی و ونزوئلا و حتی بودجه‌ای رو اختصاص دادن به این موضوع برای مقابله با ایران در آمریکای جنوبی. چه بودجه‌ای رو اختصاص دادن بهروز؟ به طور دقیق فکر میکنم که برای مقابله و مهار ایران در آمریکای جنوبی بود فکر میکنم، حالا به طور خود قانونش رو یادم نیست، ولی خب بارها در سخنرانی های مقامات آمریکایی مسئله بهش اشاره شده. چون که شما الان داری کلی میگی و اینکه میگی مقامات، مثلا کدوم مقام به عنوان مثال کدوم یکی از مقامات آمریکایی این رو گفته بوده؟ شخص خاصی مد نظر نیست، ولی خب از همین خود شبکه شما من شنیدم این مطلب رو که اظهار نگرانی کردن مقامات آمریکایی. بله، اجازه بده پس نظر شما رو خط بمون بهروز، بذار ببینیم سید از ایران چی فکر میکنه. سلام عرض کردم. سلام عرض کردم خانم نگیری. سلام بفهم. سلام عرض کردم. بله بفهمید. سلام عرض کردم خدمت عرض کنم آقایی که قبلا گفتن آقای احمدی‌نژاد با زنجیر زدن اینا داره، حرفاش تماما درست بوده. در شأن یه رئیس جمهور نیستش که، اونم اسلامی، اونم محمدی، اونم پیرو به خط صاحب زمان، بیاد به یه نفری که اصلا نه نماز میخونه نه دینی داره، به ما اعتبادی هم نداره، که اصلا شاید هم مشرک هم باشه، به ما اعتبادی مثل قصابی باشه که مردم همه سینه میزدن روش، آقای قصابی رو بعد که همه رفتن کنار یه نفر سینه زدن نداشت. این آقا هم همینطور بوده. واقعا من الان 2 ماه الله وکیلی منتظری کم همش از خدا میخوام که این زودتر چاوز بره، چون واقعا مردم رو کلافه کرد. اون عین حوادث است، عینه که مردم رو داره بیچاره میکنه، مردم داره میمیره. بابا تو چی کار داری؟ تو سنگ کینه خودت بزن به ملت خودت بره. تو چی کار داری؟ اون معتاد برو اونجا میخوای تسکیت بگی بگو. ولی اینی که تو در شأن یک اسلامی که بری بگی خود رهبر ایران که رهبر ما هستش هم چی کارایی نکرده، که بعد این آقا هم البته نمیخوام جسارت بکنم فجولی میکنه به رهبریت هم داره به سیه ما توهین میکنه بدون ایجاد رهبر هر کاری میکنه، هر چی دوست داره برای خودش بکنه. از 2-3 ما دیگه اینم خدا شده جایی هستش یه چیزی هم بگم خانم نگیری، جایی که خدا میخنده اینی که صدها میلیون آقای چاوز دعا کردن بمونه، خدا میخنده میگه باسی بره، با سرطان هم میبره اینو، آقای قصابی آبروش میبره، اونم میبره، دیکتاتورای مثل صدام میبره، اونهایی که واقعا دیکتاتوران کافر همه رو به کیش خود پندارن. این خدایی است، الله میدونه. به خدا پناه ببرین، به خدا پناه ببرین، به خدا پناه ببرین. ممنونم سید، ممنونم از تماست. اما بهروز شما روی خط بمون، اجازه بده بعدم بحث رو باهات ادامه میدیم، اما باز یه سر بزنیم به شبکه. حتما. داوود نوشته که چاوز در رابطه با ایران منفعت نداشت، منفعت داشت، این ایران هست که هیچ منفعتی نداشت و ضرر هم کرد در این ارتباط. و همینطور علی که گفته اون هم مثل همه دیکتاتورها دیکتاتوری بود که فقط به فکر قبضه کردن قدرت در ونزوئلا بود. و همینطور محمد که گفته احمدی‌نژاد اگر برای چاوز فقط یک روز عزای عمومی اعلام کنه، حتما برای بشار اسد یک هفته تعطیلی عمومی اعلام خواهد کرد. و همینطور به نظر نظیف چاوز برای مردم و کشورش یک قهرمان بود و یک شخصیت سیاسی منضبط و مهربان، تقریبا بیشتر مردم کشورش از ایشان راضی بودند و خاطرات و یادش در جهان برای همیشه جاوید خواهد موند. این کاربر گفته عشق به کشور و سرزمینش داشت. و همینطور علی که گفته ایشون همه تلاشش کردن، منظورش هوگو چاوز بوده، که مردمش رو رفاه زندگی کنن، برعکس دولت مردان ما همه کارا رو میکنن به نفع خودشون و منافع کشور رو دارن بر باد میدن.
خب نظر جلال روی خط اسکایپ رو بشنویم. جلال شما چی فکر می‌کنید؟ نمی‌دونم حرفای بهروز از شیراز رو شنیدی یا نه. خسته نباشید. سلامت باشید. بفهم. اصلا عقاید آقای احمدنژاد با عقاید مذهبی آقای چاوز اصلا قابل مقایسه نیستش. طبق عقاید مذهبی که آقای احمدنژاد تو ایران ارائه میکنه یا بهش معتقده اصلا نمیتونه همچین حکمی رو بده که یک روز اعلام چیز کنه، یک روز اعلام عزای عمومی بکنه. بعد طرف دوم خب میگن کبوتر با کبوتر، باز با باز. ما هم همچنین مثل کشور ما همچنین مثل کشور ونزوئلا دارای نفت و دارای تکنولوژی نیستش، در صورتی که ما تو اروپا میبینیم نفت ندارن ولی تکنولوژی پیشرفته دارن. ما درآمد طبیعی زیادی داریم ولی اینا درآمد ندارن در کل. من به هر حال دو طرفشو گفتم. در کل ما همیشه رابطه‌مون با کشورهایی که هم سطح خودمون هستن، یعنی میتونن مثل ما باشن، یعنی چمدونا رو پر پول کنن بتونن برن از خارج از کشورشون. بله جلال، بهروز فکر میکنه رابطه‌ای که ایران و ونزوئلا با همدیگه داشتن رابطه مفیدی بوده برای ایران، از این جهت که با کشورهای آمریکای لاتین در واقع یک جور اتحاد ایجاد کردن و منافع زیادی رو به دست آورده. شما چی فکر میکنید در این باره؟ من فکرم اینه که ما باید با کشورهای رابطه ایجاد کنیم که از ما بالاتره، نه با کشورهایی که از ما پایین‌تر یا همسطح ما. ما تو این 34 سال گذشته همین رابطه رو داشتیم، هیچی عایدمون نشده به غیر گرونی و تحریم. و من نظرم اینه که ما با کشورهایی که رابطه ایجاد میکنیم مثل ونزوئلا، ما فقط عقب میریم، رو به جلو پیشرفت رو به جلو نداریم. بله بسیار خوب. پس بهروز شما یه فرصت کوتاه داری اگه میخوای مطلبی رو اضافه بکنی، حالا نظراتی هم که داده شد اگه حرفی داری دربارش. بله، یکی از این اشخاصی که شما گفتین که مثلا چه کسانی اظهار نظر کردن، یکی مشاور ارشد نظامی آمریکا است، آقای جنرال داگلاس فیزیس، که همچین اسمی هست. ببینید این مسئله روابط ایران و ونزوئلا از نتایج مثبتی داشته، که این که مثلا آمریکا قصد داشت ایران رو مثلا منزوی بکنه در جهان، ایران روابط رو گسترش داده حتی در حیات خلوت آمریکا، همینطور از این طریق روابط تونسته تحریم ها رو دور بزنه و حمایت های دیپلماتیک دولت ونزوئلا از پرونده هسته‌ای ایران میشه در اشاره کردش، که خب اینا به نظر من نتایج خیلی بزرگی داره. و این مطلب دیگه که این که همین مسئله که شما به نظر امروز بیشتر پرداختیم به مطالب طنزی که در این مورد هست و سعی کردیم تمسخر بکنید این رو، این به نظر من ما سعی نکردیم بهروز. چنین فضایی در شبکه‌های اجتماعی حاکم بود. اگه خود شما هم سر بزنید به توییتر و فیسبوک می‌بینید که نظرات طنزآمیز بسیار زیادی وجود داشت در این زمینه. شما هم تقریبا فکر میکنم که یه دونش هم جا ننداختید و همه‌شو ما طبیعتا منعکس میکنیم نظرات رو دیگه. بخشی از برنامه ما اینه که منعکس بکنیم بحث هایی رو که در شبکه‌های اجتماعی مطرح هست. خب این باید طوری باشه که به نظرم اگه شما نظراتی میخونید که از جای دیگه هست، مطالب مخالفش هم بخونید و نگاه یکسویه نداشته باشین به یه موضوع. بله بسیار خوب. اگه توجه کردین، من چون گوش میکردم به نظراتی که رویا میخوند، رویا از همه طرف نظرها رو در برنامه تا اینجا خوندم و به هر حال ممنونم نظرش رو به ما گفتی بهروز از شیراز. و این یه دقیقه آخر رو هم بدیم به کاربرای فیسبوک. به غیر از کسایی که چاوز رو قهرمان اعلام کرده بودن، دیگرانی هم بودن که به هر حال مرگ اونو دستمایه طنز کرده بودن. اما امید نمیشه، اساسا دلیل نداره که یک نفر بخواد به خاطر مرگ یک نفر که به لحاظ عاطفی، تاریخی، مذهبی یا هر چیز دیگه اشتراکی با مردم ایران نداره ابراز خوشحالی کنه. این کاربر نمیشه در واقع واکنش ها و طعنه ها و طنز مقامات جمهوری اسلامی رو نشونه میگیرن و ارتباط دوستانه و حسنه و غیر متعارف با چاوز یا رهبرانی چون او و یک نوع به استهزا کشیدن و ابراز مخالفت با رویکردهای ایدئولوژیک سایه انداخته بر سرنوشت کشور هستش. و همینطور فریبا که گفته احتمالاً اولین شهید غیر مسلمان به رسمیت شناخته شده از جانب ایران هوگو چاوز هستش. اما برنامه فردای ما ارتباط داره به گردشگری. اخیراً قراردادی امضا شده بین ایران و مصر بعد از 3 دهه در مورد گردشگری. شما می‌خوام ببینم نظر شما چیه، آیا
فکر میکنید که ایران قابلیت ها و جذابیت های خاصی رو داره که گردشگر بیاره و اینکه ما چقدر موفق بودیم؟ فردا در مورد گردشگری با ما همراه باشیم، مخصوصا که نزدیک عید هستیم. ممنون رویا و ممنونم از شما که در برنامه امشب ما رو همراهی کردید. عذرخواهی میکنم از ستار از تهران که روی خط موندی نتونستیم باهات صحبت کنیم، امیدوارم در برنامه های بعدی باهات صحبت بکنیم و ممنون که ما رو همراهی کردید. مراقب خودتون باشید تا جمعه که در برنامه روی خط با شما خواهم بود. شبتون